سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. وزیر کشور ایران با بیان اینکه مردم در جمهوری اسلامی دارای امنیت بالایی هستند گفته این امنیت مدیون علی خامنه ای است. اظهارات وزیر کشور همزمان با انتشار خبر کشته شدن جمشید دانایی فر، یکی از 5 مرزبان ایرانی از سوی جیش العدل عنوان شده است. در همین راستا قائم مقام وزیر کشور ایران به پاکستان هشدار داد که قتل مرزبان ایرانی توسط جیش العدل می تواند ادامه مذاکرات میان دو کشور را سخت کند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور همزمان با انتشار خبری مبنی بر کشته شدن یکی از 5 مرزبان ایران از سوی جیش العدل گفته امنیت ابراهیموار مردم ایران مدیون علی خامنه ایست. به گزارش سایت پلیس، آقای رحمانی فضلی در جمع فرماندهان انتظامی استان خراسان شمالی گفته کشور عزیزمان ایران ابراهیموار در گلستان است که این شرایط را مدیون رهبر انقلاب و سپس نیروهای انتظامی و نظامی که شبان روز تلاش می کنند هستیم. وی افسوده با نگاهی به آسیب‌ها، آشوب‌های اجتماعی، قتل و عملیات‌های انتحاری در کشورهای همسایه و منطقه می‌توان به امنیت بالا در جمهوری اسلامی ایران پی برد. وزیر کشور اضافه کرده دشمنان با استفاده از ابزارهایی چون فرقه‌هایی به ظاهر مسلمان همچون تکفیری‌ها، سلفی‌ها و وهابی‌ها می‌خواهند تصویری نامطلوب از ایران به نمایش بگذارند. این اظهارات عبدالرضا رحمانی فضلی در شرایطی بیان شده که گروه جیش العدل اعلام کرده یکی از 5 مرزبان روبوده شده ایران را کشته است. در همین راستا و به دنبال قتل یکی از گروگان‌های ایرانی توسط گروه جیش العدل، حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور از پاکستان خواست تا درباره خبر کشته شدن گروهبان یکم جمشید دانایی فر موضع رسمی خود را اعلام کند. وزارت کشور ایران در ابتدا منکر صحت این خبر شد ولی روز دوشنبه استانداری سیستان و بلوچستان و هم حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور اعلام کردند که منابع محلی خبر شهادت این مرزبان ایرانی را تایید می کنند. با این حال آقای امیری به خبرگزاری ایسنا گفته است که مسئولان وزارت کشور هنوز برای تایید قطعی این خبر به یقین نرسیدند. به گفته وی هرچند مقامات محلی زیر ربط سیستان و بلوچستان خبر شهادت یکی از 5 مرزبان ایرانی را به احتمال قوی مغروم به صحت می دانند، ملوث تا کنون دلیل مطمئنی که ما را به قطع و یقین برساند به دست نیامده است. قائم مقام وزیر کشور ایران ابراز امیدواری کرده که چنین خبری صحت نداشته باشد، ولی افزوده است اگر خدایی نکرده این خبر صحت داشته باشد چنین موضوعی بر روند مذاکرات دیپلماتیکی که بین جمهوری اسلامی ایران و دولت پاکستان در این خصوص در حال انجام است تأثیر می‌گذارد و ادامه مذاکرات سخت خواهد شد. آنگونه که مقام‌ها و رسانه‌های ایران می‌گویند مرزبانان به گروگان گرفته شده در خاک پاکستان نگهداری می‌شوند و تهران از اسلام آباد خواسته است تا برای آزادی آنها وارد عمل شود. مقام های ایران بارها پاکستان را به حمایت از تروریست ها و سکوت در برابر اقدام های آنها متهم کردند. در خبری دیگر، اما علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت شهادت جمشید دانایی فر بر اساس منابع مورد وثوق بوده است. وی اظهار کرد تلاش ما در این مدت بر این بود که بتوانیم با کمک نیروهای بومی از بروز چنین اتفاقی جلوگیری کنیم و بتوانیم از آن بهره برداری کنیم. وی گفت چنین اتفاقی اثرات سو در افکار عمومی دارد و همچنین بی‌پاسخ نخواهد ماند. استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به سرنوشت 4 سرباز دیگری که در دست جنبش جیش العدل هستند تصریح کرد این شرارت‌ها به استان سیستان و بلوچستان صدمه زده و منافع مردم استان سیستان و بلوچستان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. اوسط هاشمی گفت منافع مردم استان سیستان و بلوچستان برای ما مهم تلقی می‌شود و تمام تلاش خود را برای این موضوع به کار بسته‌ایم. جیش العدل در بیانیه‌ای که 3 فروردین در وبلاگ این گروه منتشر کرد اعلام کرد که دانایی فر را به تلافی اعدام یکی از اعضای این گروه که زندانی بود کشتند. جمشید دانایی فر متولد سال 1366 با مدرک تحصیلی دیپلم بود
که از 3 سال پیش در مرزبانی جمهوری اسلامی خدمت خود را آغاز کرد. او متأهل بود و اولین و تنها فرزندش 10 روز پیش متولد شد، اما او این فرصت را پیدا نکرد تا فرزندش را ببیند. بیش از 45 روز از روبوده شدن 5 مرزبان ایرانی در منطقه جکیگور شهرستان سرباز به دست گروه جیش العدل می گذرد. همچنین این گروه تروریستی در وبلاگ خود اعلام کرده که جمشید دانایی فر همان سربازی است که در ویدیویی که این گروگان ها در سایت العربیه منتشر شد، از جمهوری اسلامی خواست تا خواسته های این گروه را بپذیرد تا امکان آزادی گروگان ها فراهم شود. در همین ارتباط اسماعیل کوثر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و از چهره‌های ارشد امنیتی در جمهوری اسلامی از حسن روحانی خواست به صورت جدی در جلسه مشترک با نواز شریف و رئیس جمهوری افغانستان موضوع قتل 1 مرزبان ایرانی را پیگیری کند. خبر کشته شدن این مرزبان با واکنش گسترده ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و بسیاری آن را محکوم کردند. اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت رئیس جمهوری ایران در سفر خود به افغانستان که برای جشن نوروز می رود باید به صورت جدی در جلسه مشترک با نواز شریف و رئیس جمهوری افغانستان این موضوع را پیگیری کند. وی در ادامه با هشدار به پاکستان گفت در صورتی که دولت مرکزی پاکستان توان پیگیری این وضعیت را ندارد، ایران آمادگی سرکوب گروهک جیش العدل را دارد. کوثری با بیان اینکه ما نمی توانیم بیشتر از این منتظر بمانیم تا این گروهک ها از مرز پاکستان وارد کشور ایران بشوند افزود، جمهوری اسلامی برای تأمین امنیت مرزهای کشور هزینه‌های بسیاری کرده است و کشور پاکستان باید اقدامات بسیار زیادی را در مرز پاکستان و ایران انجام دهد. گروه تروریستی جیش العدل پیشتر گفته بود که مرزبانان به اسارت گرفته شده را تنها در صورتی آزاد خواهد کرد که 50 زندانی عضو جیش العدل و 200 نفر از افراد سنی مذهب زندانی در ایران و همچنین 50 نفر از زنان سنی که به گفته جیش العدل در سوریه در بازداشت هستند آزاد شوند. مقامات جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با جیش العدل که ماهیت آن را تروریستی می دانند رد کردند، ولی اسفند ماه گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که تماس هایی با این گروه برقرار شده است. اظهارات اسماعیل کوثری که از چهره های ارشد امنیتی در جمهوری اسلامی است به نظر می رسد که بیشتر مصرف داخلی داشته باشد، چرا که به دنبال اعلام خبر کشته شدن یکی از مرزبانان ربوده شده توسط جیش العدل موجی از نفرت علیه این گروه و همچنین حاکمان رژیم جمهوری اسلامی در فضای مجازی برخاست. کاربران فضای مجازی با انتقاد شدید از اینکه جمهوری اسلامی نتوانسته طی مدت بیش از 2 ماه این 5 سرباز گروگان گرفته شده را آزاد کند در این خصوص نوشتند وقتی حکومت ایران از تأمین امنیت در مرزها عاجز است و وقتی که این رژیم نمیتواند جان سربازان خود را تأمین کند، جاه طلبی های نظامی آن در منطقه و جهان لافزنی است تا واقعیت. همانطور که در خبرها به آگاهی رسید، گروه جیش العدل یکی از گروگان های ایرانی به نام جمشید دانایی فر را اعدام کرده است.
گروه جیش العدل خود را مدافع منافع مسلمانان سنی منطقه معرفی می کند و تا کنون مسئولیت چند حمله مسلحانه در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان را به عهده گرفته است. برای بررسی بیشتر اقدامات این گروه گفتگوی انجام دادم با دکتر عبدالستار دوشوکی تحلیلگر سیاسی و از ایشان پرسیدم اقدامات تروریستی این گروه به خصوص اقدام اخیر آن در کشتن یک مرزبان ایرانی تا چه اندازه مورد تایید سنی های منطقه سیستان و بلوچستان است؟ واقعیت اینه که اکثریت مردم بلوچ و به خصوص علمای اهل سنت در سیستان و بلوچستان هر گونه خشونت و به خصوص این گونه خشونت های تکفیری رو محکوم کردند و گفتند که در جایگاه مذهب اهل سنت و به خصوص مذهب حنفی کشتن و خشونت و تکفیر و به خصوص کشتن اسیر جایی نداره. در نتیجه همان گونه که خود جیش العدل در اعلامیه اولیه خودش، یعنی اعلامیه که توسط آقای فاروق الدین صلاحی صادر شد، اینها خودشون رو بخشی از جهاد بزرگ بر علیه اعمال نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و بخصوص در کشورهایی مثل سوریه و عراق و لبنان میدونند. خانم تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که کمیته ویژه مشترکی با شرکت مقامات ایرانی و پاکستانی تشکیل شد، اما مقامات ایرانی هیچگاه در این مورد با ما تماسی برقرار نکردند. اما سخنگوی وزارت کشور ایران این موضوع را تکذیب کرد. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی اقدامات لازم و کافی برای آزادی سربازان به گروگان گرفته شده ایرانی را انجام داد؟ ببینید، من خیلی دقیق و روشن بگم که اصلا مشکل کار کجاست. اولا دولت پاکستان همیشه از تروریسم به عنوان یک اهرم فشار بر علیه همسایه‌های خودش، چه هندوستان باشه چه افغانستان و چه ایران، استفاده کرده. و اینکه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بگه اینها در خاک پاکستان نیستن، درست نیست. جمهوری اسلامی هم اینه میدونه، خودشون هم میدونن. وقتی آقای میرشکاری معاون سیاسی امنیتی سیستان و بلوچستان به کویت رفتن، ایشون لیست جای مشخص دو گروگان در یک محل نگهداری میشدن و سه گروگان دیگر در محل دیگری نگهداری میشن. اینها لیست رو به ارتش پاکستان دادن، گفتن این گروگان ها در این دو محل مشخص جداگانه دارن نگهداری میشن و از اونها کمک خواستن. اما در همون زمان جمهوری اسلامی ادعا کرد که پاکستان با ما همکاری میکنه، در صورتی که پاکستان در تمام تاریخ طول عمر خودش نشون داده که از این گروه ها بر علیه همسایه های خودش یا بنابه منافع بین المللی یا منطقه و اون به اصطلاح همسویی و هماهنگی رو که با بعضی از کشورها داره انجام میده. اما نکته اساسی که بقیده من هموطنان ما به اون دقت لازم رو نکردن اینه که در روز 17 بهمن 5 سرباز به گروگان گرفته میشن توسط جیش العدل. دقیقاً 2 هفته بعد فردی به نام، یک جوانی به نام علی ناروی که سالها پیش به جرم همکاری با جندالله دستگیر شده بود، در زندان ارومیه بر طبق ادعای خانواده‌اش و همچنین خبرگزاری حقوق بشر زیر شکنجه کشته میشه. بعد از اون بلافاصله جیش العدل اعلامیه میده به خاطر اینکه برادر بزرگ علی ناروی که در زندان ارومیه زیر شکنجه کشته شده بود در اول اسفند، برادر بزرگش به نام صدیق ناروی یکی از کادرهای ارشد جندالله بوده که الان جیش العدل هست، و جیش العدل اعلامیه صادر میکنه که در برای قصاص اون ما این کار رو میکنیم، یعنی یکی از سربازا رو قصاص میکنیم. جمهوری اسلامی متاسفانه این قضیه رو جدی نگرفت و برای من که در مورد مسائل بلوچستان تحلیل میکنم واقعا جای سوال هست که چرا در شرایطی که همه دارن تلاش میکنن این 5 سرباز آزاد بشن، علی ناروی که حداقل 4 سال در زندان بوده در عرض 2 هفته حالا کشته میشه، بنا به دلایلی از بین میره در زندان، با اینکه اطلاعات جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی میدونست که برادر این یعنی صدیق در جیش العدل هست و بنا به اون فرهنگ بلوچی و بنا به اون فرهنگ انتقام جویانه گروه های مثل جیش العدل، اگر این کار رو بکنن اونها هم عمل مثل خواهند کرد. چرا این کار رو کردن؟
معلوم نیست. برمیگرده به این موضوع که واقعا یه عده‌ای میخوان در بلوچستان ثبات و امنیت و آرامش و به دنبال اون توسعه به وجود نیاد. و اگر ما این رو نگاه کنیم، یعنی جمهوری اسلامی امروز، من دیدم مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنند که ریشه این مشکلات و ریشه این قتل در داخل پاکستان هست و اگر دولت پاکستان نمیتونه به مرزهای خودش اشراف امنیتی و نظامی داشته باشه ما وارد عمل میشیم. اولا جمهوری اسلامی در گذشته وارد عمل شده و اون به این صورت بوده که موشک باران کرده شهرهایی رو در منطقه زامران، ماشگیر، و باعث شده که این مردم بلوچ اون منطقه از این به اصطلاح مبارزان یا جند الله در گذشته و جیش العدل حمایت بکنن و حمایت اونا بیشتر میشه. این طبیعیه. مسئله اینجاست که در چنین شرایطی جمهوری اسلامی چرا باید برن برادر یکی از کادرهای بالای جیش العدل رو در زندان ارومیه به اون صورت از بین ببرن؟ و این خود به خود نوعی انتقام جویی رو به دنبال خواهد داشت. و متاسفانه ما دیدیم که یکی از این سربازهای بیگناه که هم استانی و هموند سیستانی ما هست و یک فرزند خردسال کمتر از 2 هفته ای هم داره و فرزندش رو ندیده، باید قربانی سیاست های غلط و انتقام جویانه دو گروه تکفیری، یعنی جیش العدل از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر بشه. با سپاس از آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیاسی که از لندن با ما همراه بودند. به ادامه اخبار توجه فرمایید. محمد رضا عارف، نامزد انصراف داده انتخابات ریاست جمهوری، گفته پیشنهاد آقای روحانی برای قبول پست 2 وزارتخانه را رد کرده و تایید کرده هیچ پیشنهادی برای معاون اولی از سوی آقای روحانی به او داده نشده است. آقای عارف درباره عملکرد 6 ماهی گذشته دولت تدبیر و امید نیز گفته است ما در بحث‌های اقتصادی هنوز خروجی قابل ارزیابی از دولت ندیده‌ایم. وی همچنین از تشکیل حزب در آینده نزدیک خبر داد و گفت برای توسعه سیاسی هیچ راهی جز این وجود ندارد. محمد رضا عارف دی ماه سال گذشته علت کنارگیریش را جلوگیری از شکست اخلاق در جامعه عنوان کرده بود و گفته بود تجربه انتخابات 84 و 88 به تنهایی کافی بود که اشتباهی که برخی دوستان ما در آن مقاطع انجام دادند تکرار نشود. عباس عبدی، یکی از چهره‌های برجسته اصلاح طلب، میگوید که به دلیل مراعات دوستانش در دولت سکوت کرده است. و در پاسخ به این پرسش که چرا پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی هنوز گشایش چشمگیری در فضای سیاسی کشور ایجاد نشده، میگوید مطلوب میدانستم که شاهد گشایش سیاسی بیش از این بوده باشیم، هرچند وضع موجود را هم بد نمیدانم. آنچه مهم است ثبات و پایداری گشایش سیاسی و تناسب آن با ساختارهای دیگر است، چرا که در همین چند دهه عمر خود بارها و بارها شاهد گشایش‌های سیاسی و سپس انسدادهای بعدی آن بودم. آقای عبدی گفته است دولت حسن روحانی چندان قدرتی در گشودن فضای سیاسی کشور ندارد. احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، در گفتگو با ویژه‌نامه نوروزی هفته‌نامه مثلث، نکاتی را از حضور کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری 92 مطرح کرده است. آقای توکلی حضور سعید جلیلی در انتخابات سال گذشته را اشتباه تاریخی وی دانسته و گفته حضور جلیلی در انتخابات به ضرر محافظه‌کاران تمام شد و رفتار جبهه پایداری به گونه‌ای است که باعث راندن شدید مردم می‌شود. نماینده مجلس همچنین محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به صلاح آنها ندانسته و گفته این اقدام برای نظام هم مفید نیست. و در نقد شورای نگهبان نیز گفته تاریخ خود نشان داده این شورا برای تصمیماتش توضیح نمی‌دهد. اینکه آقای هاشمی رد شود و آقای جلیلی، قرضی و حتی حداد عادل تایید شوند حتما قسمتی از سیستم اشکال دارد. نماینده مجلس اضافه کرده مهم بود که چنین اتفاقی رخ ندهد که منجر به زیر سوال رفتن شورای نگهبان شود. رئیس مجلس شورای اسلامی 3 مصوبه دولت 11 را در نامه‌های جداگانه به حسن روحانی ابطال کرده است.
ابطال مصوبات دولت توسط رئیس مجلس شورای اسلامی بر مبنای نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین صورت می‌گیرد که اعضای آن توسط رئیس مجلس انتخاب می‌شوند. رئیس مجلس سه مصوبه دولت حسن روحانی را باطل اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی مصوبات اصلاح مصوبه مربوط به احکام بازنشستگی شاغلان در کارهای سخت و زیان آور صنعت نساجی، افزایش حق حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و اصلاح ماده 3 اساسنامه سازمان خصوصی سازی را غیرقانونی اعلام کرده است. رئیس مجلس مصوبه اول را که در 21 بهمن به تصویب دولت رسیده به علت تضییع حکم قانون تأمین اجتماعی غیرقانونی دانسته است. بنابر این گزارش‌ها علی لاریجانی دومین مصوبه را که در 9 دی ماه به تصویب رسیده به دلیل اختصاص حق حضور در جلسات به نمایندگان دولت غیرقانونی و سومین مصوبه را که در 23 بهمن به تصویب رسیده به دلیل عدم پیشبینی بار مالی ناشی از آن باطل اعلام کرده است. ابطال مصوبات دولت توسط رئیس مجلس شورای اسلامی بر مبنای نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین صورت می‌گیرد که اعضای آن توسط رئیس مجلس انتخاب می‌شوند. این هیئت در ماه‌های اخیر چندین مصوبه دولت حسن روحانی را مانند مصوبات دولت محمود احمدی نژاد به علت مغایرت با قوانین ابطال کرده است. اما رکورد ابطال مصوبات دولت توسط رئیس مجلس همچنان در اختیار دولت محمود احمدی نژاد است که ماه‌ها پس از پایان عمرش همچنان مصوبه‌هایی از آن دوران غیرقانونی اعلام و ابطال می‌شود. این روند تا آخرین ماه سال گذشته ادامه داشته است. ابطال این مصوبات که جزو اختیارات رئیس مجلس است به نظر می رسد ناشی از تنش‌هایی بین دو قوه مقننه و مجریه در جمهوری اسلامی می باشد. در دوره احمدی نژاد نیز آن هنگام که تنش بین دو قوه افزایش می یافت رئیس مجلس مصوبات دولت را باطل می کرد. در روزهای اخیر علی لاریجانی رئیس مجلس در چندین نوبت به انتقاد از دولت حسن روحانی پرداخته است. لاریجانی با انتقاد از توقیف نشریه تندروی 9 دی به دستور وزارت ارشاد همچنین ناخرسندی خود را از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هم اعلام کرده و در انتقاد از دولت گفته بود در قواره دولت نیست برای پرداخت یارانه ها در زندگی مردم سرک بکشد. وزارت خارجه آمریکا میگوید صدور احکام اعدام برای 529 نفر از هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر حیرت آور است. ماری هرف از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از این احکام گفت اگرچه محکومان حق تقاضای تجدید نظر دارند اما بعید است که موازین بین المللی برای محاکمه عادلانه این تعداد متهم رعایت شده باشد. دادگاهی در جنوب مصر 529 تن از اعضای اخوان المسلمین را در ارتباط با قتل یک مأمور پلیس در جریان اعتراضها محاکمه و آنها را به اعدام محکوم کرد. شمار زیادی از متهمان غیاباً محاکمه شدند. سرانجام معمای هواپیمای مفقود شده مالزی گشوده و مشخص شد که این هواپیما به اقیانوس سقوط کرده است. به گزارش رویترز، نخست وزیر مالزی در این خصوص گفت شواهد تازه نشان می‌دهد که هواپیمای گمشده خطوط هوایی این کشور در جنوب اقیانوس هند و در غرب شهر ساحلی پرت استرالیا سقوط کرده و تمام مسافرانش کشته شدند. نجیب رزاق دوشنبه شب به وقت محلی با برگزاری یک نشست خبری فوق‌العاده با اعلام این خبر گفت خانواده‌های مسافران پرواز در جریان جزئیات اطلاعات تازه قرار گرفتند. به گفته ی آقای رزاق اطلاعات ماهواره‌ای نشان داده که هواپیما امکان فرود سالم نداشته است.
هواپیمایی مالزی پرواز MH370 17 اسفند ماه با 239 سرنشین کمتر از یک ساعت پس از پرواز از صفحه رادار محو شد. وزارت خارجه پاکستان اتهام افغانستان درباره دست داشتن این کشور در حمله هفته گذشته به هتلی در کابل را رد کرد. در حمله هفته گذشته در کابل 9 نفر از مهمانان و کارکنان یک هتل از جمله 2 کودک کشته شدند. در پی این حمله شورای امنیت ملی افغانستان در بیانیه سازمان اطلاعاتی یک کشور خارجی را به برنامه ریزی حمله مسلحانه به هتل سرنای کابل متهم کرده بود. این شورا غیر مستقیم پاکستان را عامل این حمله معرفی کرده بود. اما نشست گروه 8 در سوچی برگزار نخواهد شد و احتمال تعلیق دائمی روسیه از عضویت در گروه 8 نیز بسیار است. قرار بود اجلاس گروه 8 ماه ژوئن سال جاری در سوچی روسیه برگزار شود که حال اعضای G7 تصمیم گرفتند تا اجلاس این گروه در بروکسل را جایگزین نشست سوچی کنند. روسیه عدم برگزاری نشست G8 را بلامانه دانسته و در این حال گفته است که اصراری بر ماندن در این گروه را ندارد. 7 کشور صنعتی تصمیم گرفتند به جای شرکت در نشست سران گروه 8 در سوچی روسیه با حذف مسکو نشست سران گروه 7 را در بلژیک برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای گروه 7 که شامل کشورهای آمریکا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، ایتالیا و کانادا است، به درخواست رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای در لاهه با یکدیگر دیدار کردند و تصمیم گرفتند تا در اجلاس گروه 8 که روسیه را نیز شامل می‌شود شرکت نکنند. اعضای گروه 7 همچنین پس از دیدار در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای لاهه و گفتگو درباره بحران اوکراین و وضعیت کریمه در بیانیه‌ای اعلام کردند در صورتی که روسیه نتواند از شدت تنش‌ها در اوکراین بکاهد، آماده‌اند تحریم‌ها علیه مسکو را افزایش دهند. در این بیانیه آمده است اگر روسیه همچنان تنش‌ها را افزایش دهد، ما آماده‌ایم اقداماتی نظیر اعمال تحریم‌های هماهنگ علیه بخش‌های اقتصادی مختلف روسیه را به اجرا بگذاریم. این تحریم‌ها تأثیر بزرگی بر اقتصاد روسیه خواهد داشت. این بیانیه می‌افزاید تا زمانی که روسیه در رویکرد خود تغییر ندهد و فضا و امکان برگزاری نشست معناداری میان اعضای گروه 8 فراهم نشود، حضورمان در گروه 8 را به حال تعلیق در می‌آوریم. در واکنش به این اظهارات، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در لاهه حضور دارد گفته است اگر اعضای غربی این گروه بر این باورند که گروه G8 به اهداف خود رسیده و دیگر نیازی به وجودش نیست، روسیه اصراری بر زنده نگه داشتن این گروه ندارد. وی افزوده است G8 یک انجمن غیر رسمی است. کسی برای حضور در آن کارت و عضویت دریافت نکرده و هیچ کس را نیز نمیتوان از این گروه بیرون انداخت. در همین راستا خبرگزاری‌های روسیه از دیدار وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه اوکراین در لاهه گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف به درخواست وزیر خارجه اوکراین در حاشیه اجلاس امنیت هسته‌ای با او گفتگو کرد. وزیر خارجه اوکراین اندکی پیش از این دیدار در کنفرانس خبری گفته بود خواستار ملاقات با لاوروف است تا ببیند چگونه میتواند بحران جاری را به طور مسالمت‌آمیز حل کند. او تاکید کرده بود که اوکراین کریمه را به روسیه واگذار نخواهد کرد و خواهان بیرون بردن نیروهای روسیه از این شبه جزیره است. در رویداد دیگر گزارش‌ها حاکی است که اوکراین امیدوار است ظرف چند روز آینده مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه علیه روسیه صادر کرده و الحاق کریمه به این کشور را بی اعتبار بخواند. پیشنویس این قطعنامه که نسخه از آن در اختیار آسوسییتد پرس قرار گرفته است، در اختیار 193 عضو مجمع عمومی قرار گرفته است. به گفته آسوسییتد پرس در این پیشنویس نامی از روسیه نیامده، اما از تمام کشورهای عضو خواسته شده است تا هیچ گونه تغییر در وضعیت کریمه را نپذیرند. این پیشنویس همچنین از افراد درگیر در بحران اوکراین خواسته است تا هرچه سریعتر راه حلی صلح‌آمیز برای این تنش بیابند. انتظار می رود این قطعنامه روز پنجشنبه 7 فروردین ماه در جریان نشست مجمع عمومی به رأی گذاشته شود. بحران الحاق کریمه به روسیه بزرگترین تنش ما بین غرب و روسیه پس از جنگ سرد است.
سران کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده آمریکا در واکنش به الحاق کریمه به خاک روسیه، عده‌ای از سران روسیه را مشمول ممنوعیت سفر کرده و اموال آنها در بانک‌های غربی را مسدود ساختند. روسیه این اقدام اروپا را بی اهمیت و غیرقانونی دانسته است. غرب همچنین روسیه را تهدید کرده که اگر از رویه فعلی خود در اوکراین دست بر ندارد، با تحریم‌های بیشتر و جدی‌تری روبرو خواهد شد. در همین راستا وزارت خارجه روسیه هم اعلام کرده در اقدامی متقابل 13 مقام کانادایی را تحریم کرده است. کانادا پیش از این اعلام کرده بود در واکنش به اقدامات روسیه در اوکراین 13 مقام روس و یک بانک این کشور را تحریم می‌کند. به گفته وزارت خارجه روسیه، تحریم شدگان شامل مشاوران نخست وزیر کانادا و شماری از نمایندگان پارلمان این کشور می شوند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که تحولات اخیر در شبه جزیره کریمه تأثیر منفی بر همکاری روسیه در انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه نگذارد. آقای کری که در آغاز نشست امنیت هسته‌ای در لاهه گفتگو می‌کرد، گفت امیدوار است که همان انگیزه هایی که باعث همراهی روسیه در انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه شد، همچنان وجود داشته باشد. وزیر امور خارجه آمریکا در این حال تایید کرد که تاکنون در حدود نیمی از سلاح‌های شیمیایی سوریه از این کشور خارج یا نابود شده است. و گفت با این همه دمشق همچنان از برنامه پیش بینی شده برای انتقال تمام سلاح‌های شیمیاییش عقب است. صلاح الدین دیمرتاش، رهبر حزب صلح و دموکراسی ترکیه، در جمع هوادارانش در استانبول در واکنش به فیلتر کردن شبکه اجتماعی توییتر، دولت آنکارا را به سرپوش گذاشتن به فساد مالی در این کشور متهم کرد و خواستار عذرخواهی رجب طیب اردوغان از مردم کشورش شد. در همین راستا جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، نیز در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از اقدام جدید دولت اردوغان برای مسدود کردن توییتر و ابراز نگرانی درباره نقض حقوق شهروندی و آزادی مطبوعات، خواستار احترام گذاشتن به حقوق شهروندان ترک شد. اردوغان روز گذشته اعلام کرد که شبکه اجتماعی توییتر به دستور او در این کشور مسدود شده است. پس از انتشار نوارهایی بر روی توییتر که در آنها رجب طیب اردوغان و اطرافیانش به فساد مالی متهم شدند، دسترسی به توییتر در ترکیه مسدود شد. در پی سرنگون کردن یک جنگنده نظامی سوریه توسط نیروی هوایی ترکیه، دو کشور یکدیگر را متهم به نقض حریم هوایی خود می کنند. در این رابطه مقامات ترکیه در دو روز گذشته با هدف آگاهسازی جامعه جهانی، جزئیات این عملیات را در اختیار سازمان‌های بین‌المللی قرار دادند. مهستان بختیاری، خبرنگار ما از ترکیه، و جزئیات بیشتر از این خبر. آقای عبدالله کور، ریاست جمهوری، در واکنش به انهدام یک فروند هواپیمای نظامی سوریه توسط نیروی هوایی ترکیه، گفتند که نیروهای مسلح ترکیه موظف هستند که در دفاع از مرزهای این کشور به وظیفه خودشون عمل بکنن و به ویژه بعد از ناآرامی‌های اخیر در سوریه، نیروهای مسلح ترکیه در هوا، زمین و دریا به حالت آماده باش در آمدن. همونطور که میدونیم، روز یکشنبه نیروی هوایی ترکیه یک فروند هواپیمای میگ 23 سوریه رو در منطقه مرزی دو کشور مورد حمله قرار داد که منجر به انهدام و سقوط این هواپیما شد. وزارت امور خارجه سوریه طی بیانیه اعتراض شدیدی داشت نسبت به این موضوع و عنوان کرد که به هیچ وجه این هواپیما حریم هوایی ترکیه رو نقض نکرده، بلکه این هواپیما مشغول یک عملیات نظامی در منطقه لازقیه بر علیه نیروهای مخالف دولت بوده. اما مقامات ترکیه میگن که این هواپیما زمانی که به 10 مایلی مرز ترکیه در منطقه ختای رسیده بوده، 4 اخطار رو دریافت کرده بود، ولی متاسفانه بدون توجه به این اخطارها حدود 2.5 کیلومتر وارد خاک ترکیه شده و حریم هوایی این کشور رو نقض کرده که با واکنش متقابل نیروی هوایی ترکیه مواجه شده. اونطور که گفته شده، این هواپیما بعد از انهدام در منطقه کسب، روستای کسب سوریه، سقوط کرده. نخستین واکنش رو نسبت به این موضوع آقای رجب طیب اردوغان داشتن، واکنش نسبتاً تندی هم داشتن. آقای اردوغان گفتن که بعد از این با سیلی محکمتری از سوی ما روبرو خواهید شد. البته این موضوع رو هم بگیم پیشتر، به ویژه بعد از ناآرامی های 2-3 سال گذشته در سوریه، آقای اردوغان بارها نسبت به این موضوع، یعنی نقض حریم هوایی ترکیه توسط نیروی هوایی سوریه، هشدار داده بودند.
همینطور آقای اسمت ایلماز وزیر دفاع ترکیه هم گفتند که عزم نیروهای مسلح ترکیه در دفاع از مرزهای این کشور موضوعی نیست که دیگران بخوان اون رو به آزمون بگذارن. البته همونطور که گفتیم مقامات سوری به شدت این موضوع رو تکذیب میکنن. شاید در مقابل این تکذیبی ها بوده که مقامات ترکیه هم ظرف 48 ساعت گذشته سعی کردن که جزئیات بیشتری از این موضوع رو در اختیار سازمان ها و نهادهای بین المللی قرار بدن. از جمله آقای داوودوغلو وزیر امور خارجه تماس های تلفنی داشتن با آقای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد و آقای فوگ راسموسن دبیرکل سازمان ناتو و جزئیات بیشتری از این موضوع رو در اختیار اونها قرار دادن. همینطور آقای خالد چوبک نماینده ویژه ترکیه در سازمان ملل متحد نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد قید کرد که آنچه که نیروی هوایی ترکیه انجام داده در واقع بر طبق موازین بین المللی بوده. این موضوع رو هم بگیم که بعد از سال 2012 به این سو این دومین هواپیمای سوری هستش که توسط نیروی هوایی ترکیه سرنگون میشه. همونطور که گفتیم بارها به ویژه بعد از نارامهای اخیر در سوریه دولت ترکیه هشدارهای جدی رو داده بود به مقامات سوری در مورد نقض حریم هوایی این کشور. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بازگرداندن رضا شهابی از بیمارستان به زندان اوین را محکوم کرد و خواستار آزادی وی شد. به نوشته سایت این تشکل کارگری، رضا شهابی یک روز قبل از سال نو و بدون آنکه تحت عمل جراحی قرار بگیرد به زندان بازگردانده شد. رضا شهابی در خرداد سال 89 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه محکوم شد. انفجار مین در کویر لوت یک کویر نورد را کشت و 3 کویر نورد را هم به شدت زخمی کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، این انفجار دوم فروردین ماه و هنگامی رخ داد که گروهی 8 نفری با 2 خودروی پاترول در نزدیکی کالشور واقع در جنوب لوت شمالی مشغول کویرگردی بودند. چهارشنبه 11 دی ماه سال گذشته نیز انفجار مین در لوت منجر به کشته شدن یکی از راهنمایان کویرنوردی و مدیر مؤسسه کاوشگران حیات وحش پارت شده بود. اما آخرین خبر این که محمد ابراهیم بستانی پاریزی، مورخ، نویسنده و شاعر ایرانی، بامداد سه‌شنبه 5 فروردین ماه بر اثر کهولت سن و بیماری کبد در سن 89 سالگی در تهران درگذشت. آقای بستانی پاریزی، ادیب و مورخ ایرانی، تحصیلاتش را در زادگاهش کرمان و پاریس از توابع سیرجان در کرمان و سپس در دانشگاه تهران در رشته تاریخ انجام داد و از سال 1338 تا 1387 استاد آن دانشگاه بود. آقای بستانی پاریزی شعر هم می سرود و منتخبی از شعرهای خود را در سال 1327 در کتابی به نام یاد بود من به چاپ رسانده است. از برخی آثار او میتوان به از پاریس تا پاریس، پیغمبر دزدان، شاهنامه آخرش خوش است، تلاش آزادی و کتاب‌های مختلف در مورد تاریخ کرمان اشاره کرد. بنابر گزارش‌ها مراسم تشییع محمد ابراهیم بستانی پاریزی روز پنجشنبه 7 فروردین ماه از مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار می‌شود. با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ممنونم که با تلویزیون ایران فردا همراه هستید. از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را برایتان آرزو میکنم. خدا نگهدار.